با یک ویدئوی دیگه از کانال دلتا میدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. رقصیدن خانم شهره آقداشلو در روز تولدش با یه مرد ترنس. اگر علاقه من به دیدن این ویدئو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله رو فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدئوهای جدید ما مطلع بشید. شهره آقداشلو با نام اصلی شهره وزیری تبار، زاده 21 اردیبهشت 1331، بازیگر سینما و تلویزیون مشهور و پیشکسوت کشورمونه. شهره آقداشلو نام خانوادگی آقداشلو رو به خاطر مخالفت خانواده پدریش با داشتن نام خانوادگی اونا و پس از ازدواج با آیدین آقداشلو انتخاب کرد. او در سال 2013 میلادی نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای بازی در فیلم خانه ای از شن و مه شد. شهره آقداشلو همچنین در سال 2009 میلادی برای بازی در نقش مکمل زن در مجموعه تلویزیونی خانه صدام موفق به دریافت جایزه امی شد. خانم آقداشلو پیش از انقلاب در سه فیلم مطرح اون زمان بازی کرد و با سه کارگردان بزرگ سینمای کشورمون، یعنی زنده‌یاد عباس کیارستمی، زنده‌یاد علی حاتمی و محمد رضا اصلانی همکاری داشت. او در بحبه‌های انقلاب 1357 و در ژانویه 1979 میلادی و زمانی که هنوز دولت شاپور بختیار بر سر کار بود از کشور خارج شد و از طریق ترکیه به لندن و سپس به آمریکا رفت و به اتفاق همسرش یعنی هوشنگ توزیع در نمایش‌های متعددی بازی کرد. شهره آقداشلو از آن دست هنرمندان مشهور و حرفه‌ای بود که حتی محمد رضا شاه پهلوی و فرح دیبا او را در کاخ نیاوران دعوت کرده بودند. شهره آقداشلو پس از نامزدی جایزه اسکار اقدام به نوشتن زندگی نامش و خاطراتش کرد که در سال 2013 به زبان انگلیسی با عنوان کوچه عشق و یاسمن‌های زرد در آمریکا منتشر شد. خانم شهره آقداشلو تا کنون دو بار ازدواج کرده. بار اول با آقای آیدین آقداشلو که یکی از نقاشان مشهور کشورمون در خارج از کشور هستند که یک سری از حاشیه‌های جنسی هم در فضای مجازی از ایشون منتشر شد و خانم شهره آقداشلو هم فامیلی آقداشلو رو از فامیلی همسر اولشون یعنی آیدین آقداشلو انتخاب کردند که بعدها از آقای آیدین آقداشلو طلاق می‌گیرند و با آقای هوشنگ توزیع یعنی همسر فعلیشون ازدواج می‌کنند. شهره آقداشلو فقط یک فرزند به نام تارا توزیع که پدرش هوشنگ توزیع هست داره. شهره آقداشلو دانش آموخته روابط بین الملل از انگلیس هستش. آقای هوشنگ توزیع همسر فعلی خانم شهره آقداشلو در مورد همسرش شهره این چنین میگوید: شهره زن آزاده و بازیگری خلاق است. من به زوایای بازیگری شهره آگاه هستم. صادقانه بگم، من بازیگری مثل شهره در عمرم ندیدم. من با بازیگرهای زیادی آشنا هستم و بازیگرهای زن زیادی رو دوست دارم. مثلا خانم سوسن تسلیمی دوست منه و بازیش رو میپسندم. نمیخوام بگم شهره از همه بهتره، اما زحمتی که برای نقشش میکشه تحسین برانگیزه. شهره هم عاشق کارشه و هم استعداد زیادی در بازیگری داره، ولی شاید مهمترین تفاوت شهره با بقیه بازیگرها این باشه که وقتی نقشی رو شهره قبول میکنه فقط به هنر بازیگری که داره اکتفا نمیکنه، بلکه برای اون نقش مدتها وقت میذاره، به دقت دربارش تحقیق میکنه و سعی میکنه تمام زوایا رو پیدا کنه و شخصیت رو بشناسه و با اون شخصیت کاملا ارتباط برقرار کنه. اما شهره آقداشلو با کمی تأخیر تولدش رو با حضور هنرمندان مشهوری جشن گرفت. شهره آقداشلو در روز گذشته جشن تولد 69 سالگیش رو با حضور هنرمندانی چون لیلا فروهر، هنگام سپیده و از همه مهمتر خانم گوهر خیراندیش و بسیاری از هنرمندان دیگه در منزلش برگزار کرد.
در این جشن تولد لیلا، فروهر و هنگامه به خاطر ارادتی که به دوستشون شهره آقداشلو داشتن در واقع اجرای زنده‌ای داشتن و هنرمندان زیادی در این جشن تولد گرده هم اومدن و با هم دیگر عکس یادگاری گرفتن و حسابی عشق و حال کردند. اما جشن تولد شهره آقداشلو حاشیه هایی هم به همراه داشت. یکیش حضور خانم گوهر خیراندیش، بازیگر مشهور و پیشکسوت کشورمون هستش که از کشورمون به آمریکا مهاجرت کرده بودند و در این جشن تولد حضور داشتند. و اما حاشیه دوم این جشن تولد رقصیدن شهره آقداشلو با گیریمور مشهور و ترنس ساتی مانکن بود که حاشیه های زیادی رو به وجود آورد. همه ما خانم شهره آقداشلو رو بیشتر از چهرهشون با صداشون میشناسیم. شهره آقداشلو به عنوان یک هنرمند دارای صدای خاص و نایاب هستن و کمتر کسی پیدا میشه که در کنار حرفه بازیگری صدای خاص و بی‌نظیری هم داشته باشه. که شهره آقداشلو هم صدای خوبی داره و هم یک بازیگر حرفه‌ای و محبوب هستش. شهره آقداشلو پس از بازی در نقش یک زن تروریست ایرانی در سریال تلویزیونی 24 از سوی هموطنانمون مورد سرزنش قرار گرفت. همچنین اظهاراتی درباره خانم گوش هم کرده بودند که کمی بوی حسادت میداد و منجر به اعتراضات شدید هموطنانمون در فضای مجازی شد. در سال 2000 میلادی شهره آقداشلو برای اولین بار پس از مدت‌ها غیبت از سینما در فیلم سینمایی راز بهشت بر پرده سینماهای آمریکا رفت. فیلم راز بهشت به نویسندگی و کارگردانی کامشاد کوشان اولین فیلم سینمایی کشورمان به زبان انگلیسی بود که در سینماهای کشور آمریکا اکران عمومی دریافت کرد. فیلم سینمایی راز بهشت به جشنواره‌های بین‌المللی متعددی دعوت شد که از آن جمله میتوان از جشنواره بین‌المللی فیلم قاهره به عنوان یکی از 10 فیلم برگزیده و دعوت شده از کشور آمریکا در کنار فیلم‌هایی چون پسران گریه نمی‌کنند نام برد. شهره آقداشلو بازیگر قدیمی هستش که سالها مقیم آمریکاست و همچنان فعالیت‌های هنریش رو با شور و اشتیاق فراوانی ادامه میده. خانم شهره آقداشلو در کنار بزرگانی همچون بن کینزلی و جنیفر کانلی در سینمای آمریکا به خوبی ایفای نقش کرده. ما هم برای خانم شهره آقداشلو آرزوی سلامتی توام با شادی داریم. دوستان عزیز، لطفا لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفا شیر کنید و لطفا نظراتتون رو راجع به خانم شهره آقداشلو در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و لطفا حتما با فیلتر شکن وارد یوتیوب بشید و لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.